بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. الوعده وفا. بالاخره بعد از چند هفته خیلی خوشحالم که با آقای سعیدی هستیم. آقای سعیدی رو ما 4 سال پیش داشتیم و ایشون آمدند و درباره ماتریالیزم صحبت کردند که به فارسی همون ماده گرایی میشه. ما همچین که خواستیم یه چیزی یاد بگیریم و کلاس درس ایشون گرم شد، ایشون به دلایلی برنامه رو قطع کردن، کارهای شخصی داشتن اینها، ولی خیلی خوشحالم که باز آمدن و با ما هستن. خوشحالتر این که شاید پا و قدم ایشون خوب بوده. از چند روز قبل ما از طریق روکو تماشاخانه در تلویزیون های دوستان هم هستیم. میدونم که این روزا خیلی ها با تلفنشون هم حتی میتونن تصویر رو روی تلویزیون بفرستن با لپتاپشون اینجوری، ولی خب اون دیگه راحت تره، نشستی رو مبلت با ریموت کنترل میزنی و راحت تماشا میکنی. با آقای سعیدی گفتم خب این از قدم شما بوده و این رو هم به فال نیک میگیریم. اجازه بدین من به ایشون هم سلام کنم، هم خوش آمد بگم و اولین سوال رو از ایشون بپرسم که این ماتریالیزم چیه؟ بعد ماده‌گرایی، چون خیلی از ما ایرانی ها اشتباه میکنیم با ماده‌گرایی. آقای سعیدی خیلی خوش آمدید، اینو برای ما بگید تا بعد من از این دانش کمی که دارم و تحقیقی که کردم سوالاتی رو به اصطلاح با شما مطرح کنم. ضمناً خوشحالم که دوستان هم اینجا هستن، خانم زیبا آناهیتا، آقای مو محصل، و اونها هم اگر سوالی در رابطه با صحبتهای شما دارن میتونن در فیسبوک مطرح کنن. ما در حین برنامه ایمیل ادرس خودمون رو نشون میدیم، صفحه فیسبوک آقای سعیدی رو بهتون نشون میدم و شماره تلفن استودیو رو هم براتون میذارم که اگر بخواید یا تکست بفرستید یا پیام بذارید. و امیدوارم این برنامه ها ادامه پیدا کنه و بتونیم یک گفت و شنود دوستانه ای با هم داشته باشیم، حتی اگر با هم مخالف باشیم. آقا خیلی خوش آمدید و میکروفون در اختیار شماست، من سراپا گوشم، بفرمایید. سلام عرض میکنم، ادای احترام میکنم به بینندگان عزیز، اونهایی که در این لحظه برنامه رو میبینند و در آینده خواهند دید. از شما تشکر میکنم آقای صحبی. بله، من 4 سال پیش در خدمتون بودم، راجع به ماتریالیزم، جهانبینی ماتریالیستی صحبتهایی داشتم. خوشحالم که باز این موضوع رو شما باز کردید. این موضوع بسیار 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 مهمه. مسئله جهانبینی مسئله زیربنایی. اجازه بدید این طور تیر بکنم. اگر شخص مثلا جهانبینی مذهبی داره، درست مثل این داخل یک چهارچوبی، داخل یک اتاقکی، از یک دریچه مشخص ثابت به دنیا نگاه. جهانبینی علمی ماتریالیستی وقتی مطرح میشه، ما از این اتاقک بیرون بیرون و در یک دید 360 در به جهان نگاه بکنید و معنیش هم ابدا به مادیات ارتباط نداره. مسئله همونطور که اسمش هم مشخص میکنه ماتر هستش، یعنی ماده بیس و اساس به اصطلاح این جهان هست و اتفاقی که روی ماده میفته جهان رو از شکل اولیه به شکل کنونی تبدیل کرده. همه ما انسان ها مثل حیوانات عملا در پی کامجویی و لذت بردن از لحظات زندگیمون هستیم و طبیعیه که در مورد انسان یک به اصطلاح اتفاق بسیار مهمی افتاده و اون به اصطلاح پیدایش پدیده اندیشه است. در دنیای ماتریالیستی اندیشه حضور نداشته. نزدیک به 1 میلیون تا 2 میلیون سال از پیدایش نوع انسان از شکل اولیه‌اش تا به امروز می‌گذره. شکل کنونی انسان که ما هستیم سابقه در حدود 100,000 سال داره روی این کره.
و در این حال تمدن انسانی فقط 10,000 سال سابقه داره، یعنی اون زمانی که انسان‌ها در بستر رودخانه‌های حاصلخیز دور هم جمع شدن، سیلوهای گندمشون رو درست کردن تا بتونن در زمستون‌ها غذا داشته باشن، اون تمدن‌های اولیه در حوزه رودهای فرض بفرمایید عراق کنونی، کارون خود ما، سند هندوستان یا رودهای چین و در رود نیل، در این مناطق اولین تمدن‌های انسانی به وجود اومدن و اندیشه سیر تکاملی خودش رو ادامه داده و تشدید شده در دوران زندگی اجتماعی انسان. وقتی تمدن‌های اولیه انسان به وجود اومدند، سیر تکوین اندیشه هم سرعت گرفته. ما در این دوره 10,000 ساله، من مجبورم این زمینه چینی رو بکنم، برای اینکه می‌خوایم ما در مورد جهانبینی صحبت بکنیم، جهانبینی علمی صحبت بکنیم. این سیر محصولات خاص خودش رو داشته. انسان در پی پیدا کردن معنا برای این دنیایی بوده که درش زندگی میکنه. انسان کنجکاو بوده، میخواسته بشناسه. خیلی از پدیده ها برای انسان ها مبهم بودند قبل از دوران به اصطلاح تمدن های اولیه، یعنی در طول اون 100,000 سال که عرض کردم. هر پدیده طبیعی انسان رو نگران میکرده، میترسونده. انسان ها متوسل میشدن به یک سری سمبول ها که اون سمبول ها براشون نماینده اون قدرتی بوده که میترسوندتشون. آتش فشان بوده، طوفان بوده، سیل بوده، هرچی بوده. و اولین جهانبینی ها شروع شکل گرفته و حتی برای انسان قارنشین هم یک جهانبینی داشته، یه تصویری از این دنیا داشته. بعد در دوران شکلگیری تمدن های 10,000 ساله اخیر، طبیعتاً چون میدونید که انسان به این دلیل متمایز میشه از حیوانات که قدرت تکلم داره، قدرت تکلم باعث میشه که انسان اطلاعاتش رو به نسل‌های بعدی منتقل بکنه و همین موضوع نسل به نسل باعث پیچیدگی بیشتر در ارتباطات سلولی مغز میشه. مغز انسان تغییری نکرده در این دورانی که به اصطلاح سابقه حیات داره، شکل و اندازش تغییر چندانی نکرده. اون چیزی که تغییر میکنه ارتباط سلولیه. هر چقدر این ارتباط سلولی پیچیده تر میشه، قدرت تفکر و تجزیه تحلیل بالا میره. خب انسان 10,000 سال پیش، انسان 5,000 سال پیش دانشی نداشته راجع به این دنیا، یک تصوراتی داشته. انسان قبل از اینکه صاحب تفکر بشه، صاحب تخیل شده. خیال و وهم و اینجور چیزا بیشتر به اصطلاح کارایی داشته. انسان با اون اطلاعات کمش طبیعتاً در جستجوی جهانبینی جدیدتر یک سری آیین‌های که ما امروز به اسم آیین‌های باستانی میشناسیمش رو به اصطلاح اون عده از اندیشمندانی که در هر جامعه‌ای بودند، هر جامعه‌ای به اصطلاح محصولات خاص خودش رو، محصولات فکری خاص خودش رو داده و جغرافیا بسیار نقش مهمی داشته در این محصولات فکری. مثلا در فلات‌های چین یا هندوستان ما بودیزم و هندویزم رو شاهد هستیم، کنفسیونیزم رو شاهد هستیم، تائیزم رو شاهد هستیم در مناطق آسیایی. در کشور خود ما زرتشت ظهور میکنه که البته زرتشت یک لینک یا یک زد به اصطلاح ارتباطی است بین آیین‌های باستانی با آیین‌های بعدی که به نام دین‌های ابراهیمی معروف هستند. اینو توضیح خواهم داد البته.
این آیین ها شما اگر ملاحظه بکنید هر کدومشون با توجه به دانش و آگاهی های اون زمان بشر یک نگرش خاصی رو دارند. البته اطلاعات من راجع به آیین های باستانی اونقدر نیست که بخوام وارد اون مقوله بشم، ولی همین اندازه میدونم که فقط و فقط تلاش بشر بوده برای داشتن جهان بینی و این محصول فکری انسان که گفتم به جغرافیا مربوط میشه. ما بعداً ملاحظه میکنیم که در دو صحرای سینا و بعداً نهایتاً در صحرای عربستان محصولی ارائه میشه، یعنی ذهن انسان با الهام از اون طبیعت شبهای وهم‌انگیز صحرا یک محصول جدید میده. قبل از اینکه این دینهای ابراهیمی محصول خودشون ارائه بدن، زرتشت اولین یکتاپرستی رو در کشور ما مطرح میکنه، منتها هرگز ادعا نمیکنه که اون خدای او یعنی اهورامزدا با او تماس گرفته یا برای او پیغام فرستاده. یک استنباط طبیعی صادقانه رو مطرح میکنه و به همین دلیل ما میبینیم که آموزه های زرتشت بسیار به دل میشینه و حتی خیلی نزدیک به جهانبینی علمی امروزی، یعنی قابل تطابق هست. یعنی نشون میده که اون موقع این شخصیت چه نگاه درستی داشته و بدون تمعکاری و بدون این که بخواد برای خودش دکانی باز بکنه داشته تلاش میکرده که یک جهانبینی یکتا پرستانه رو مطرح بکنه. به همین دلیل هم بوده که ما ایرانی ها که قرنها سابقه یکتا پرستی داشتیم افتادیم توی چنبره مهاجمین عرب. اونها هم یک کتاب پرستی رو اشاره می دادند و ایرانی ها در واقع در مواجهه و درگیری با این تفکر جدید دست و پا بسته بودند از نظر روانی. علت شکست ایران در مقابل حمله عرب دقیقا همین موضوع بوده. ایرانی ها صدها سال سابقه یک کتاب پرستی داشتند، منتها یک دفعه جریان جدیدی با شمشیر بر اونها غلبه میکنه و ادعا میکنه که این خدای یکتا مسنجر فرستاده و ارتباط برقرار کرده با اون مسنجر و این یه مقداری دست و پای ایرانی ها رو در برخورد با یک دشمن خارجی احتمالاً بسته. من از این دید میبینم شکست ایرانی ها رو، از این دید میتونم بفهمم. و در ادامه این قضیه مسئله به اصطلاح تکوین جهانبینی، خب انسان برای قرنها بعد از به وجود اومدن ادیان ابراهیمی در طول قرنها گرفتار این جهانبینی جدید مذهبی میشه. اروپایی ها دو تا شانس داشتن نسبت به شرقی ها. اولین شانس اونها جغرافیای اونها بوده، دسترسی اونها به کشورهای اروپایی مختلف به خاطر دسترسی به دریا و به خاطر اینکه این کشورها کوچک هستند و در مجاورت نزدیکی هم هستند، در نتیجه با خبر هستند از احوال همدیگه، وارد یک رقابت تنگاتنگ و نفسگیر میشن با همدیگه و همین رقابت باعث رشدشون میشه. دومین عاملی که به اروپایی ها در واقع کمک میکنه این هستش که اونها حکومت کلیسا بر اروپا سالها ادامه داشته و اختناق کلیسا اروپایی ها رو مخصوصا طبقه متفکر اروپا رو سخت تحت فشار میذاشته که هیچ نوع آوری ممکن نبوده. این دوتا پدیده مخصوصا بعد از شکست اروپایی ها در جنگ های صلیبی دوم از مسلمان ها، خب این تفکر در اروپا یواش یواش دامن میگیره.
که اگر شما خودتون رو متصل به آسمان میدونید و معتقدید که خدای شما حافظ شما هست، چطور در این جنگ شکست خوردید؟ چطور اینقدر در کلیسا انحراف و فساد هست؟ اون جنبه پیشرفت‌های ناشی از رقابت تنگاتنگ، دستاوردهای علمی اروپایی ها که یکی بعد از دیگری به دلیل اون رقابت ایجاد می شد، در واقع اروپایی ها رو از یک مرحله گذار داد، عبور داد. بسیار من در برنامه های قبلی، حتی در برنامه هایی که با شما داشتم جناب سعودی، نحوه چگونگی رشد تفکر ماتریالیستی رو در اروپا تا اون حدی که عقل ناقص هم خطور میکرده بود توضیح دادم. اون چیزی که من بهش رسیدم اینه که اروپا در طول 500 سال بهای بسیار سنگینی مردمش پرداخت کردند و نهایتاً تونستند از سد کلیسا عبور بکنند و این اتفاق هم در واقع میشه گفت که 150 سال پیش، در حدود 150 سال پیش کامل شد. حالا چه اتفاقی افتاد؟ همه فلاسفه اروپایی ضمن تلاششون برای اینکه تفکر نابی رو ارائه بدند راجع به جهان، در این حال مردمشون رو بایستی، حالا فشار دولتشون بوده یا هر دلیل دیگری، مردمشون رو باید برای این رقابت تهییج میکردند. در جریان این تشویق و تهییج مردم، خود فلسفه در اروپا دچار دگرگونی و موتاسیون میشه و کار به جایی میرسه که شخصیت های مثل هگل، فویرباخ مستقیما راجع به اصطلاح جهاندینی مادی صحبت میکنن. هگل مسئله دیالکتیک رو، مسئله تز آنتی تز سنتز رو مطرح میکنه. فویرباخ مستقیما به ماتریالیسم میپردازه و همزمان با اونها البته داروین با تئوری های روشنگرانه خودش، تئوری اصل پیدایش انواع، اصل انتخاب طبیعی یا انتخاب اصله، اصل های اصولی که داروین مطرح میکنه، در واقع میخ آخر رو به تفکر کلیسایی میکوبه. چه بسا اگر داروین 50 سال قبل تئوری های خودش رو جرأت میکرد مطرح بکنه، یا 100 سال قبل این اتفاق میافتاد، کانت هرگز به عنوان یک مسیحی از دنیا نمیرفت. حتی هگل با توجه به کار بزرگش در زمینه دیالکتیک و جهانبینی علمی، نهایتاً من جایی ندیدم که ایشون منکر جهانبینی چیز بشه، متافیزیکی بشه. البته من ندیدم، شاید هم ایشون حتما از کم عدم آگاهی من هستش. به هر حال ولی در مورد کانت مطمئن هستم که کانت به عنوان یک فرد مسیحی از دنیا رفت. این داروین بود که کار نهایی رو انجام داد و نهایتاً ماتریالیسم به عنوان یک جهانبینی علمی برای اروپایی ها مطرح شد. البته اون موقع عنوان جهانبینی به ماتریالیسم نمی دادند. چرا؟ برای اینکه هر جهانبینی باید فلسفه‌ای داشته باشه. من در این برنامه ها میخوام توضیح بدم که اتفاقا جهانبینی ماتریالیستی هستش، چون فلسفه داره و فلسفهش رو خواهم گفت که دقیقاً همون چیزی است که مارکسیست‌ها به عنوان فلسفه خودشون معرفی کردند. آقای سعیدی، عذر می‌خوام حرفتون رو قطع می‌کنم. می‌تونیم ما صحبت کنیم یا صبر کنم؟ هر وقت شما اعلام کردید اون موقع سوال کنم یا درباره گفته‌های شما صحبت کنم؟ عرض کنم معمولاً میگن سوال خوب از جوابش مهم‌تره.
بنابراین من استقبال میکنم، امیدوارم شما سوالهای به جایی که خواهید کرد به من کمک بکنه. من ممنون میشم. ممنونم از شما که این تاریخچه ماتریالیسم یا مادیگرایی رو برای ما گفتین. و یه سوالی پیش میاد توی اون صحبتی که شما گفتید اروپایی‌ها خوششانس بودن به خاطر موقعیت جغرافیایی و به خاطر اینکه نفوذ کلیسا از اونجا به اصطلاح رفت و مخصوصا از 150 سال قبل و اینها، شما واقعا باور داری که نفوذ کلیسا از اروپا رفته؟ چون این آمریکایی که من و شما هستیم و بلند و بزرگ می‌نویسه که separation of church و state، می‌بینیم که حتی رئیس جمهورش وقتی می‌خواد به اصطلاح با مردم از لحاظ منطقی کم میاره، میره سراغ متافیزیک و دست به دامن انجیل میشه و دست به دامن کلیسا، حتی کلیسایی که تعطیل هست برای تعمیرات. من فکر میکنم اروپایی‌ها زرنگ بودن و به مردم اینجوری فقط نشون دادن، یعنی این یه نمایشه، همون چیزی که آقای بختیار میگه این آخونده بیان برن مثلا قم برای خودشون یه واتیکان درست کنن، یا مثلا وجود واتیکان به عنوان یک کشوری توی ایتالیا، کشور در کشور، دولت در دولت، بعد قدرتش، بعد کارهای فاسد و فساد و کراپشنی که انجام دادن و میدن، حتی شما هم بهش اشاره کردین، این به اصطلاح چیزای جنسی و سوء استفاده های جنسی و اینها که خودش بر اساس همون قانون مذهب و دین و کلیسا اصلا پایگذاری شده. یه مقداری بیشتر در این مورد صحبت کنیم. و من در یکی دو هفته گذشته، چون خیلی خوشحال بودم که شما باز میایین اینجا، به دوستان گفتم که ما دعوت کردیم از دوستانی که از آقای ترامپ طرفداری میکنن بیان اینجا، و آقای سعیدی گفته من نه از طرفداری ترامپ ولی از کارهایی که انجام شده میخوام بیام صحبت کنم. همین امروز شما باور نمیکنی، من پسرعموم به نام آقای کمال سوروی از ایران برای من نوشته که ترامپ بهترین رئیس جمهور برای ایرانیا. برایش می‌نویسم آخه کمال عزیز، وضعیت شما به نسبت 2016 بهتر شده؟ بعد برای من توضیح میده راجع به قیمت نفت و اینا. خیلی ساده نمی‌نویسه نه، چون ایشون مردمه، خیلی ساده نمی‌نویسه نه، فشار به من اومده. ولی اون زالوزاده ها و انگلزاده ها که ما به اشتباه بهشون میگفتیم آقازاده ها، اونا که فشاری بهشون نمیاد. آخونده سرما میخوره میاد انگلستان، چشمش درد میگیره میره اروپا. من ساکت میشم، شما یه مقداری در این مورد صحبت کنید. بعد من وقتی که خودم را آماده میکردم برای این صحبت های شما، توی فارسی ویکی‌پدیا اونجایی که مینویسه ماده‌گرایی، بعد دنبالش صحبت که میکنه، حالا یا شاید من درست متوجه نشدم، میگه که اگر ماده‌گرایی یا این فلسفه در جهان جا بگیره، دنیا تبدیل میشه به یه جنگل. در اون مورد هم لطف کنید یه مقدار توضیح بدید. بفرمایید. بله خیلی ممنونم، نکته خوبیه. اتفاقا در ادامه میخواستم به این مطلب بپردازم. ببینید هموطنهای عزیز، اعتقاد به ماتریالیسم مطرح نیست، شناخت ماتریالیسم مطرحه. ماتریالیسم چیزی درش نیست، همون قانون جنگله، دقیقا درسته، منتها انسان به دلیل اون روند تکوین مغزش، تکامل مغزش در این دنیای مادی، حوزه اندیشه به وجود آورده. یعنی اندیشه یک حوزه‌ایه که در مواردی ناگزیر در تقابل و مواجهه با قوانین طبیعت باشه. ما وقتی من صحبت از ماتریالیسم میکنم، از یک اعتقاد و ایمان صحبت نمیکنم، از یک دانش صحبت میکنم. شما اگر یک ماتریالیست هستید، معنیش این نیستش که قانون جنگل رو تبعیت میکنید. چرا؟ برای اینکه صاحب اندیشه هستید. حوزه اندیشه یک حوزه مجزاست، جدیده، یک چیزیست
اخیراً به وجود آمده و مجبور انسان به خاطر زندگی اجتماعیش با بعضی از قوانین طبیعت که قوانین همون قوانین جنگل هست برخورد داشته باشه برای نظم دادن و سامان دادن به امور اجتماعی خودش. اتفاقا در ادامه توضیح خواهم داد که اصلا چرا ماتریالیسم صاحب فلسفه است، اون فلسفه چیست و چه کار میکنه، چطور باید عمل بکنه یا ما باید تلاش کنیم که چطور عمل بکنه. پس به این نکته دقت بکنید، ماتریالیسم یک دانشه، یک باور نیست، یک ایمان نیست، یک دانشه، یک آگاهیه از عملکرد دنیا، از چگونگی شکل گرفتن دنیا و تبدیلش به شکل کنونی. و این یه چیزیه که حتی جالبه که بهتون بگم، هگل یکی از چیزهایی که بهش ایده داده، یه شخصیتی که به هگل برای تفکراتش ایده داده، 500 سال قبل از میلاد مسیح زندگی میکرده، یک شاهزاده یونانی بوده که در اوج ثروت و مکنت و امکانات طرد میکنه جامعه رو، به دامن طبیعت پناه میبره و نظرات خاصی داشته. یک جمله از او هستش که خیلی جالبه و ایده به اصطلاح خوبی بوده برای هگل، و اون اینه که در این دنیا هیچ بودی وجود نداره، هر اون چه که هست شدنه. یعنی دنیا همیشه در حال تغییر و به اصطلاح تحول هستش. و شاید من بتونم یه جمله هم از خودم بگم که تنها نظمی که در این دنیا وجود داره این نظمیه. منطقه ما به دلیل به اصطلاح دوره کوتاهی که در این دنیا زندگی میکنیم، بخشی از این بی نظمی رو که به نظر نظم میاد شاهد هستیم. اجازه بدید برگردم به اصل موضوع و اینکه این حالا به اون مطلب راجع به آقای ترامپ که شما گفتید در سوربی میپردازیم، اگه اجازه بدید این مطلب رو به یه جایی برسونیم. ماجرای قدرت کلیسا در اروپا، اونم اگه خواستید صحبت کنید لطفا. بله. ببینید، خب کلیسا به این دلیل نفوذ داشت در بین مردم اروپایی و مسیحی که یک جهانبینی ارائه میداد به اونها. مردم از طریق مذهب صاحب جهانبینی هستن، خیلی جهانبینی جذابی هم هست. شما تصورشو بکنید، فکر کنید که خدایی هست، میتونید باش راز نیاز کنید، درد دل کنید، ازش تقاضا بکنید، به شما وعده زندگی جاودانه داده که مضحک‌ترین چیز ممکنه، مخصوصا که وقتی کنار جوی شیر و عسل و اینجور چیزا بخواد این زندگی جاودانه تداوم پیدا بکنه و بسیاری چیزای دیگه. خب اینها جذاب بوده برای مردم اون زمان و به همین دلیل، به دلیل جهانبینیه که ادیان میتونن تا مرز استخون انسان‌ها نفوذ بکنن. انسان‌های طمع‌کار، انسان‌های معامله‌گر خیلی راحت ایمان مذهبی رو میپذیرن، دیل میکنن با اون خدای فرضی که بسیار هم در ادیان اون خدا تحقیر شده، کوچک و حقیر در حد یک انسان، گاهی اوقات خوشحال، گاهی اوقات عصبانی، در اون حد این خدا. یعنی من به عنوان یک ماتریالیست تصورم از خدا اصلا قابل مقایسه نیست با اون چیزی که دین ادیان معرفی کردند. خدای فرضی رو که من حتی در این لحظه هم نمیخوام منکر وجود یه چیزی باشم، یه پدیده مافوق تصور من، چون مافوق تصور من هست من نمیتونم منکرش بشم، بنابراین وارد اون قضیه نمیشم. من باید تعهدم به من حکم میکنه که این دنیای مادی رو بشناسم و بعد به دلیل داشتن مغز و شعور اگر داشته باشم تلاش بکنم
اون جاهایی که قوانین خشن طبیعت ممکنه من رو به عنوان یک انسان سوق بده به سمت اینکه اعمال ضد منافع دیگران انجام بدم، خب از اونها اجتناب بکنم. اینطوری انسان بیشتر احساس مسئولیت میکنه. وقتی شما بپذیرید که دنیا دنیای مادیه و همه موجودات برای مطامع خودشون، برای کام گرفتن از لذایز دنیا در نهایت تصمیم گیری میکنند، اون وقته که ایمان واقعی ظهور میکنه در یک انسان مسئول. آقای سعیدی، ماتریالیسم با کپیتالیسم چقدر فاصله داره؟ شما که یک آدم ماتریالیسم هستین، زندگی در کشور کپیتالیسم یعنی مشکلاتی داره یا نزدیک به هم هستن؟ و آیا هیچ کش بسیار سوال خوبی کردی. شما داری کاری میکنی که من حرف آخرم رو که قراره بعد از چندین برنامه بزنم الان بزنم. نه، هر جور شما خودتون دوست دارید پیش برید. من چون شما لطف کردید اول برنامه گفتید هم من هم بیننده ها و شنونده ها اجازه داریم که صحبت کنیم. یه نفرم از آلمان زنگ زده، اگه اجازه بدید من پیامش پخش کنم، شاید درباره شما باشه، شاید درباره چیزای دیگه باشه. ولی شما اینو به من بگید، نزدیکی یا به اصطلاح تفاوت ماتریالیسم با کپیتالیسم، و آیا کشوری هم هست که اصلا سیستمش ماتریالیسمی باشه یا این سیستم به اصطلاح حکومتی نمیتونه باشه؟ باشه، من مطلب آخر رو بعد نیست، اول در یه چارچوبی همین اول بگم. دقیقا ماتریالیسم فلسفه کپیتالیزمه، برخلاف تصور خیلی ها، و الان هم شاید برای شما خیلی این موضوع شوک آور باشه. ماتریالیسم فلسفه کپیتالیزمه، هیچ ارتباطی به بینش چپ نداره و اینو بعدا توضیح خواهم داد. من در این برنامه میخوام برم به سمت اینکه برداشت استنباط خودم رو از جنبش چپ تحت عنوان کمونیسم انحرافی برای جنبش چپ مطرح بکنم. من معتقدم کمونیسم یک انحراف در جنبش چپ بوده. و در این راستا اجازه بدید مرحله به مرحله به این نکته ها برسیم. بعد نیست که اول یه چارچوب های مشخص بشه که بیننده عزیز بدونه که من دارم تلاش میکنم به کجا برم. در اینجوری برنامه جذابتر میتونه باشه برای بیننده. به همین دلیل من این رو گفتم که میخوام برم به اون نقطه‌ای که بگم که کمونیسم، یعنی این برداشت تندرویانه و رادیکال مارکس، در واقع انحراف بوده در جنبش چپ، جنبش سوسیالیستی. و برای اینکه این موضوع رو من بتونم باز کنم، راجع به فلسفه ماتریالیسم که همون عرض کردم صاحب فلسفه هستش این معذرت میخوام، برای اینکه این موضوع باز بشه من اول باید توضیح بدم که چرا فکر میکنم ماتریالیسم یک جهانبینیه و اگر جهانبینیه پس فلسفهش چه هست. شما اطلاع دارید، مخصوصا عزیزانی که تفکر چپ دارن میدونند، در اتحاد جماهیر شوروی مارکسیست لنینیستا و حتی در کشور خود ما توده‌ای ها، از جمله آقای احسان طبری که من خیلی بهش ارادت داشتم، یک موقعی زمانی تفکر به اصطلاح مارکسیستی داشتم و احسان طبری رو خیلی بهش احترام میذاشتم، الان هم واقعا به روانش درود میفرستم، آدم متفکری بودش. اتحاد جماهیر شوروی و از جمله توده‌ای های خود ما معتقد بودن که مارکسیسم یک فلسفه داره و اون ماتریالیسم دیالکتیکه. ما میدونیم که مارکس با مطرح کردن ماتریالیسم دیالکتیک در واقع به مارکسیست ها
یک به تفکر مارکسیستی یک فلسفه سعی کرد که ارائه بکنه و به همین دلیلم مارکسیسم تبدیل شد به یک جهانبینی، چون اونا ادعا میکردن ماتریالیزم دیالکتیک فلسفه مارکسیسمه. حالا ماتریالیزم دیالکتیک چه هستش؟ ببینید ماتریالیزم دیالکتیک برخلاف تصور حداقل خود من در یک برهه زمان ابدا دستاورد فکری مارکس نبوده. مارکس اونو آریه گرفته از هگل، فویرباخ و داروین. یعنی در واقع قبل از اینکه مارکس اون رو به عنوان یک فلسفه نامگذاری بکنه، هگل و فویرباخ دقیقا راجع بهش صحبت کرده بودن و داروین با نظریه‌های خودش در واقع اونو تکامل بخشید. بنابراین ماتریالیزم دیالکتیک محصول کار فکری هزاران هزار دانشمند، محقق، فیلسوف، منجم الاخر، نتیجه کار این عده بوده در طول چندین قرن. و اگر تعریفی بخوام از ماتریالیزم دیالکتیک بکنم، من میتونم بگم که این یک پروسس هستش. میتونم هم انگلیسی تعریفش رو خدمتون بگم هم فارسی. ترجیح میدم فارسی رو حداقل اول بگم. ببینید ماتریالیزم دیالکتیک یک پروسس هست، یک فراینده، فرایندیه که در جریان همزیستی پدیده‌های مختلف اتفاق میفته و این پدیده‌های مختلف وقتی با هم همزیستی میکنن، با هم برخورد دارن، یک نوع تأثیرپذیری از همدیگه پیدا میکنن. این تأثیرپذیریه که باعث میشه که از مرحله هر کدوم از این دوتا پدیده که تز و آنتیتز هستن باید یه سنتزی رو به نتیجه داشته باشه دیگه، برخورد اینا. در طبیعت اینطوری اتفاق میفته که میلیون ها میلیون بار، میلیارد ها بار پدیده ها مجاورت میکنن با هم و هیچ نتیجه حاصل نمیشه، بی حاصله. و فقط یکی از این میلیارد ها بار یک گام به سمت تکامل رو باعث میشه. به همین دلیله که در ماتریالیسم شما دنبال نه به اصطلاح یک قانونمندی باید بگردید، نه یک حکمتی در کار هست، نه یک برنامه ریزی هست، هیچ، همه چیز تصادفیه. یعنی این دنیا به همین دلیل هم این دنیا برای شکل کنونی در اومدنش این مقدار میلیارد ها سال رو صرف کرده. ولی اگر قرار بودش که قانونمندی و یک حکمت و یک دست که از بالایی وجود داشته باشه، دلیلی نداشت که این دنیا اینقدر سابقه داشته باشه و طول بکشه تحولات درش. آقای سعیدی حوصله انتقاد هم دارید شما؟ حوصله انتقاد؟ البته خوشحالم میشم اتفاقا. آقای سبا تبار دوست خوبمون که خودشون هم شاعر هستن هم برنامه هایی دارن، نوشتن که تقسیم بندی های شما خیلی قدیمی شده، با آمدن فیزیک کوانتوم، ماتریالیزم و متافیزیک تقسیم بندی های قدیمی هستن. من نمیدونم، ایشون یه دانش خیلی بالایی دارن که من اصلا این حرفه ایشون رو جذب نمی کنم. نمی دونم چه ارتباطی هست بین فیزیک کوانتوم و به اصطلاح فلسفه. این رو باید ایشون یه برنامه بذارن ما رو راهنمایی بکنن، یا اینجا ساده تر بنویسن تا ما متوجه بشیم. در من ارتباطی نمی بینم. ممنون میشم که ایشون توضیح بدن که منظورشون اصلا چی هست. بسیار ممنون. ضمناً ایشون نوشته در ضمن سوربی عزیز و مهمان عزیز خسته نباشید.
تشکر میکنم. عرض کنم به خدمت من داشتم اینو میگفتم. ماتریالیسم دیالکتیک پس صحبت میکنه از تأثیرپذیری پدیده‌های مختلف در جریان مجاورت و برخورد با هم دیگه. این اون چیزیه که جهان رو به شکل کنونی در آورده. در این مواجهه و تأثیرپذیری باز از هر میلیاردها مورد یک مورد هست که برخورد و چیز هست، یعنی در واقع ببینید یه موقع از ما از تأثیرپذیری صحبت میکنیم، یه موقع است از تضاد و درگیری و برخورد که موجب میشه یک پدیده جدیدی به وجود بیاد، حتی مثل فرض بفرمایید برخورد آب و آتش، این یه تضاده. ولی در طبیعت 99.99%ش تأثیرپذیریه، تضاد نیست. اصلا قانون طبیعت تأثیرپذیری پدیده ها از هم دیگه است. ما اینو در همه زمینه ها خواهیم دید، در زمینه سیاست، در زمینه های زیست شناسی، فیزیک، شیمی، همه جا میشه مشاهده کرد. پس بنابراین ماتریالیسم دیالکتیک رو با اون تعبیری که حداقل من شناختم، اون تعبیری که هگلیه، چون مارکس شاگرد هگل بود و یک سوسیالیست تندرو و رادیکال بود، تنفر بسیار شدیدی از سرمایه‌داری لگام گسیخته اروپایی داشت که حقم داشت، در این مسیرم تنها نبود، بسیاری از متفکرین و اندیشمندان اروپایی خوششون نمی آمد، سرمایه‌داری واقعا لگام گسیخته عمل می کرد و مردم اروپا رو به شدت استثمار میکرد. همین موضوع باعث شد که اندیشمندان به فکر یک راه چاره‌ای بیفتن. سوسیالیسم نتیجه ریاکشن ذهنی انسان‌ها بوده راجع به اون پدیده مزاحم، مزاحم سرمایه‌داری. به همون اندازه که سرمایه‌داری از اون جهت زیاده روی میکرده، سوسیالیست هم از این جهت زیاده ردی کردن و اومدند و حتی گفتند که اصلا ابزار تولید انبوه رو نباید انسان ها مالکش باشن. این پیام سوسیالیسم است که هر جایی که ماشین و ابزاری وجود داره که میتونه تولید انبوه انجام بده، این باید دولتی باشه. خب این به همون اندازه که سرمایه‌دارها زیاده روی می‌کردن، زیاده روی از جهت دیگر بود، چون سپردن یک چنین امر خطیری به یک دولت در واقع یعنی ایجاد یک مشکل بزرگ که خود اون دولت میتونه باشه. پس باید یک روند، یک چیزی، یک تأثیرپذیری این دو تا تفکر، یعنی سوسیالیسم و کپیتالیسم، باید تأثیرپذیری در روند با اون فلسفه‌ای که عرض کردم ماتریالیسم دیالکتیک است، باید تأثیرپذیری معقولی از هم پیدا می‌کردند که حد وسط رو بگیره و تعادل باشه، و اون سوق دادن سوسیالیستا به سوسیال دموکراسی بود و لیبرال‌های اروپایی رو سوق دادن به نئو لیبرالیسم. یعنی لیبرال ها قبول کردن که نمیشه دنیا اقتصاد رو مثل قانون جنگل به حال خودش رها کرد، دولت باید یه دخالت هایی بکنه، مثلا فرض کنید یه پوشش های اجتماعی برای بهداشت، تحصیل، اینجور چیزا رو مدیریت بکنه. این یه الهامی بود که از سوسیالیست ها میگرفتن، یعنی اون تفکر تند اون مقابل اینها رو متمایل میکنه، متقاعد میکنه که باید این کار انجام بشه، و اونها هم متقاعد میشن که آقا ما بهتره که به اصل آزادی انسان برای مالکیت احترام بذاریم، و میان سوسیال دموکرات میشن. یعنی مسئله مالکیت رو نفی نمیکنن، فقط به این نتیجه میرسن که باید این دولتی که
نئولیبرال ها هم اون رو پذیرفتن که باید باشه، باید این دولت رو هر چه بیشتر بکشونن به سمت قوانین سوسیالیستی. اینجا مواجهه این دو حزب که تنها حزب‌های مؤثر و افکتیو کنونی دنیای پیشرفته و متمدن هستند. یعنی شما در همه دنیا، دنیای پیشرفته، اگر میخواید کار حزبی بکنید فقط دو تا راه دارید: یا باید نئولیبرال باشید، چون لیبرالیسم به طور کلی در دنیا به اصطلاح کنار گذاشته شده، یک به اصطلاح چیز غیر منطقیه. سوسیالیسم هم به همون شکل. پس شما مجبورید اگه میخواید کار سیاسی بکنید یا نئولیبرال باشید یا سوسیال دموکرات باشید. این خیلی مهمه به عنوان یه نتیجه گیری بسیار کلیدی در حوزه سیاست عرض کردم اینو. حالا این ماتریالیزم دیالکتیک، جناب صوفی هر موقع که شما سوالی داشتید لطفاً بفرمایید. دارم گوش میدم، خیلی ممنون، حتما این کار میکنم. چشم. حالا این ماتریال، این در واقع عمل کرده ماتریالیزم دیالکتیک به عنوان فلسفه‌ای برای جهانبینی ماتریالیستی واقعاً چیزیه که الان هنوزم من دارم روش کار میکنم و شواهد و نمونه های زیادی در موارد بسیار زیاد برای اون پیدا کردم، تاییدش. واقعا به این نتیجه رسیدم، این جسارت رو پیدا کردم که الان بیام بگم که ماتریالیسم دیالکتیک رو مارکسیست ها در واقع هایجک کردن، مطالبه مطلوب کردن و این فلسفه مارکسیست ها نیست، این فلسفه نگرش ماتریالیستیه و به همین دلیل ماتریالیسم به عنوان یک جهانبینی من در اولین بار ازش یاد کردم. جنبش چپ به نظر من با ظهور مارکس که اتحاد طبقه کارگری رو مطرح کرد و انترناسیونال اول رو تشکیل داد و بعد دولت‌های اروپایی جلوشو گرفتن، دیگه اجازه ندادن انترناسیونال دوم اتفاق بیفته. انترناسیونال اول یعنی که مارکس گفت تمام کارگرها در سطح جهان باید متحد بشن و هر سال یک بار نماینده های خودشون رو بفرستن در یه جایی مجمع عمومی تشکیل بدن و اینطوری میخواست یه اتحادی در طبقه کارگر جهان به وجود بیاره بر علیه سرمایه داری و از این هم پا فراتر گذاشت و البته ایشون کارهای بسیار بزرگی کرد. تحلیل ایشون در مورد عملکرد سرمایه داری هنوز هم قابل ارجاع هستش، قابل واقعا چیز هست، توجه هستش. یا کتاب کاپیتال ایشون واقعا من نتونستم تمومش بکنم، نتونستم بخونمش، کامل سنگین بود و خیلی نشون میداد که این فرد چقدر در به اصطلاح کار خودش پویا و پرکاره و کارهای ارزشمند مارکس رو نمیشه نفی کرد. ولی به هر حال ایشون یک فرد تندرو بود و این تندرویی رو تا یک نوع ارتجاع فکری پیش برد. یعنی جامعه کمونیستی که ایشون میگفت در واقع این که گفتم ارتجایی و این که اصلا ایده ایشون این بود که انسان برگرده به همون ساختارهای ابتدایی انسانهای اولیه که مالکیت در جامعه وجود نداشت و اصلا کمون مارکس همون کمونهای اولیه است، از اونجا الهام میگیره و معتقد بود که انسان قرن 21 یا 22 یا قرن 23 الاخر باید بشن کمونیست یا مالکیت به طور کامل از بین بره و دولتی بشه و غیره و غیره. و این واقعا با اون چیزی که قانون طبیعت و دنیا رو به شکل کنونی در آورده اصلا جور در نمیاد. بذارید یه مثال براتون بزنم.
تو برنامه های قبلی هم اشاره کردم بهش. انسان در طول زندگی اجتماعی خودش مسئله مالکیت رو تجربه کرده، یعنی مالکیت به وجود میاد برای انسان، در نتیجه انسان به واسطه حس مالکیتش به دلیل اون مالکیت یه بخشی از انسان ها صاحب نفوذ و قدرت میشن. از اون لحظه تفوق و برتری این گروه حاکم نقش تعیین کننده داشته. مارکس در بررسی های خودش به این نتیجه رسید که بله، تضاد باعث تحولات اجتماعی شده، در حالی که تضاد همونطور که در طبیعت عرض کردم که یک در هزار یک در میلیون مورد پیش میاد که تضاد ایجاد میشه، در جامعه انسانی هم همینطوره. تضاد چیزی نیستش که ما مبنای تفکر خودمون قرار بدیم، به نظر من اینفلوئنسینگ، تأثیر پذیریه که مبنای تفکر باید باشه. برای مثال وقتی انسان صاحب مالکیت شد، یکی از اون چیزهای به اصطلاح موارد مالکیت هم خود انسان بود، یعنی انسان برده در حکم مالک به اصطلاح اموال اون مالک بود. بردهداری به این دلیل به وجود اومد برای اینکه ابعاد مالکیت محدود بود، تا جایی که انسان تبدیل به کالا شد و بعد که این ابعاد تغییر کرد، یعنی فرض بفرمایید که انسان موفق شد از زمین محصول بیشتری بگیره به خاطر اینکه خب آهن کشف شد و تونستن خیش آهنی بسازن، محصول بیشتری رو کشت بکنن و دیگه در اون لحظه مالک نیازی به برده نداشت، چون برده آتل و باطل میگشت و درآمدی حاصل نمیکرد در این مالکش. در نتیجه آروم آروم با الهام گرفتن از مناسبات تولیدی جدید اومد و برده های خودش رو به کار روی زمین تشویق کرد، حقوقی به اونها داد، مثلا گفت دیگه شما برده من نیستید، من نمیتونم صاحب جان شما نیستم دیگه، یا بخشی از درآمد این محصولی که شما درو میکنید رو به خود شما میدم. این تسعین به اصطلاح برنامه ریزی حاکمان جامعه، یعنی اونهایی که به مسائل مالی و اقتصادی تسلط داشتند، این مصلحت اندیشی اونها بوده که آروم آروم جامعه رو به اصطلاح مناسبات اقتصادیش رو تغییر داده، به یواش یواش جامعه های برده‌داری دیگه منسوخ شدن و ما شاهد مثلا ظهور یک ساختار جدید اقتصادی به اسم فئودالیسم بگیم یا کشاورزی بودیم. خب بعدها باز این اتفاق تکرار میشه. وقتی عرض کردم در اروپا اون پیشرفت ها در اثر رقابت شروع شد، بسیاری از فئودال های اروپایی نظرشون جلب شد به یک مناطقی که محل اجتماع بعضی از صنعتکاران شده بود، بهش میگفتن اون موقع بورگ. متوجه این فئودال ها متوجه بورگ ها شدن. در بورگ ها چه اتفاقی می افتاد؟ صنعتکاران اروپایی در اونجا کارگاه های اولیه خودشون رو تشکیل داده بودن و شروع کرده بودن به تولید. کم کم ماشینالات به اصطلاح مکانیکی هم که اختراع می شد به یاری اونها اومد و حجم تولید اونها رو بالا برد. به این ترتیب ثروتمندا و فئودال‌های اروپایی متوجه شدن که درست مثل همون بردهدارا که متوجه شدن از راه زمین بیشتر میتونن درآمد داشته باشن، متوجه بورک‌ها شدن و بخشی از سرمایه‌های خودشون رو آروم آروم منتقل کردن به اون بورک‌ها، اونجا سرمایه‌گذاری کردن.
و همین شد زمینه ایجاد به وجود اومدن جامعه بورژوازی در اروپا. این بورژ که میگن همون کلمه بورژواست که مارکس بهش اشاره میکردش، که اصولا طبقه کاپیتال رو، سرمایه‌دار رو بورژوا میگن اینا، بهتر اینه که در اون بورکا اینا به وجود اومدن، شکل گرفتن. آقای سعیدی عذر میخوام ازتون، چون سوال کردیم از آقای سباتبار، ایشون لطف کردن و نوشتن یا باز کردن اون موضوع رو برای من و شما، نوشتن که فیزیک کوانتوم از انرژی بودن همه چیز سخن میگوید و در ادامه فرضیه نسبیت و ضریب پلانک تعریف جدیدی از پدیده ها کرد که مثلا خود حس و اندیشه ریشه های فرکانسی دارد که تقسیم بندی بین ماده و احساس و یا ماورای ماده و متافیزیک را به هم ریخت. الان کسانی که بعد از تصادف یا سکته قدرت حرف زدن ندارند، با دستگاه‌های کلمات را که به شکل موج و فرکانس در مغزشان هست می توانند روی صفحه‌ای بخوانند. این یک مثال است که ماده و حس هر دو انرژی به شکل‌های مختلف هستند. با احترام و ارادت به شما. این صحبت ایشون، و اگر لطف کنید، چون امروز ما یه مشکلی هم در به اصطلاح ارتباط برقرار کردن پیدا کردیم و بتونیم برنامه رو ببندیم با صحبت درباره شرایط امروز آمریکا و اینکه شما ترامپ رو چگونه می‌بینید، چون خیلی ها باور دارن که ترامپ خیلی آزادمنشه و اصلا سیستم سانسور مطبوعات رسانه ها رو به هم ریخت. و اون روز وقتی با هم صحبت کردیم به نظرم میومد که شما دید مثبتی هم دارید. اگه لطف کنید در این باره مقدار صحبت کنید. بعد این برنامه ها چون تا هفته آینده هر روز از تلویزیون پخش میشه، دوستان هم میتونن در هر موقعی که این برنامه ها رو میبینن تماس بگیرن. تلفن ما 24 ساعته، میتونن زنگ بزنن، ایمیل بفرستن، سوال کنن، روی فیسبوک مسیج بفرستن و در برنامه آینده در این موارد بیشتر صحبت میکنیم. و خیلی خوشحالم که یه بحثی رو شما شروع کردید که دوستان دیگه هم میتونن در موردش صحبت کنن. البته آقای مانی خورسندی از کانادا نوشتن باز این سبا تبار زد به صحرای کربلا. میدونید که مانی خورسندی و برادرشون آقای هادی خورسندی اینها خیلی طنزنویس هستن، شاعر هستن و خوشحال میشیم که ایشون هم در برنامه ها شرکت کنن و نظراتشون بگن. من ساکت میشم و میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید. البته من جسارت نمیکنم، خیلی ممنون هستم از این دوست عزیزم و من تناقضی ندیدم در گفته های ایشون و اون چیزی که من گفتم. گفته های ایشون حالا یه دیدی، من فیزیسیان نیستم و دانشی در اون زمینه ندارم که بتونم، شاید ایشون هستند، شاید ایشون هستند. به نظر من خیلی هم من شخصا متشکر میشم از ایشون اگر ایشون بیان و صحبت کنن، نظراتشون رو بگن و حتی اگر زاویه‌ای هست بین دید ماتریالیستی و نظرات ایشون، اون زاویه رو توضیح بدن. من همیشه خودم استقبال میکنم. من یکی از خصوصیت هایی که دید ماتریالیستی به من داده اینه که همیشه در جستجوی نفی خودم هستم و به خاطر همینم خیلی تغییر کردم در طول سالهای گذشته و مرتبم دوست دارم این تغییر اتفاق بیفته. بنابراین استقبال میکنم اگر دوست عزیزمون بیان و توضیحات بیشتری بدن. من تناقضی ندیدم. خب لطف کنید جریانات اخیر آمریکا به اصطلاح پیدایش، برای اینکه مبحثی که من شروع کردم، البته عزیزانی که به اصطلاح نگرش چپ دارن نظر اونها برای اونها ممکنه که خیلی جذابتر باشه این گفته هایی که من دارم، حالا چه از دید منفی چه از دید مثبت. و من شخصا استقبال میکنم که این عزیزان اگر نظری دارند تشریف بیارن، یه طوری اینجا برنامه بگیرن یا با خود من تماس بگیرن صحبت بکنن. بله، من فیسبوک شما رو نشون دادم
آدرسش رو احتمالاً با اون آدرس. من تو فیسبوک معمولاً آقای سلبی اصلاً فعال نیستم. بله خب حالا ما سعی میکنیم فقط برای به اصطلاح مواردی ازش استفاده میکنم. فرض بفرمایید اگه موسیقی خوبی بشنوم اونو از طریق فیسبوک با دیگران شیر میکنم. خب حالا انتقاد دوستان رو هم به عنوان موسیقی خوب قبول کنید، از امروز گاه گاهی سر بزنید. اگر کسی پیامی چه به صورت عمومی نوشته باشه، من سعی میکنم این لینک برنامه رو به مجردی که روی یوتیوب گذاشتیم روی فیسبوک شما هم قرار بدیم تا دوستان اونجا هم ببینن و این یه دری یا دریچه‌ای باز بشه تا به اصطلاح بیشتر با دوستان در تماس باشیم. ضمناً من فکر کنم شما اولین ایرانی هستید که درباره یک چیز گفتید من اطلاع ندارم و اون هم همون فیزیک و به اصطلاح فیزیک کوانتوم اینها بود و امروز صبح هم یه اتفاقی افتاد که من با شما صحبت کردم و اون هم برای من خیلی عجیب بود درباره موضوعی که الان نمیخوام روی برنامه زنده صحبت کنم، ولی من شما رو یک آدم متفاوتی دیدم با ایرانی‌های دیگه‌ای که توی این 21-22 سال در رادیو تلویزیون‌های مختلف دیدم و اصل آشنایی من و شما هم از اون به اصطلاح برنامه‌های دوستمون آقای بهکام شروع شد و اگر دوستان کسی هستن یا خود شما اگه خبری از ایشون دریافت کردید خوشحال میشم که مخصوصا توی این شرایط سخت کرونا یک خبری هم از آقای بهکام داشته باشیم. خب من بازم ساکت میشم، میکروفون در اختیار شماست و امیدوارم این برنامه رو بتونیم با شرکت دوستان هر روز بهش بیشتر قوام و دوام ببخشیم. بفرم شما در مورد قربانی که فضای برنامه هم به قول شما عوض بشه و یکمی هم به مسائل داخلی به امریکا بپردازیم. ببینید آقای سوربی، از جهاتی من تعجب میکنم شما چرا با ترامپ مخالفید، برای اینکه ترامپ یکی از هواداران قرباقرص جمهوری اسلامیه و جالبه شما اگر بخوایید. خب به همین دلیل من باش مخالفم، یعنی این دروغ میگه به مردم، میگه من روز اول اینا رو از بین میبرم، ولی میبینیم که عملا یکی از هواداران آخوندا خود همین آقاست دیگه. چه دلیلی از این بالاتر شما میخواید؟ جسارت نشه، البته هر کسی حق داره هر جور دلش میخواد فکر بکنه. من شما رو بیشتر متمایل به جمهوری اسلامی موضع گیری هاتون رو میبینم. خب این اشتباه شماست که چون من میام اون چیزی رو که به نظر من میدونید واقعیت و حقیقت فرق میکنه، من حقیقت رو درباره واقعیت از زاویه خودم میگم. شما ممکنه بارها این مثال رو زدیم، واقعیت اینه که یه ماشین تصادف کرده به یه ماشین دیگه، شما اونور چهارراه وایسادی دقیقا دیدی که این توی قرمز آمده، من اینور وایسادم فکر میکنم توی سبز آمده و شما و من دوتامون داریم حقیقت میگیم، دوتامون آدمای صادقی هستیم، ولی حقیقت یکیمون با واقعیت فرق میکنه. تا چند مدت پیش میگفتن هر داستانی دو سو و دو سمت داره، الان متوجه شدن که سه سو و سه سمت داره، یکیش سمت منه، یکیش سمت شماست و یکیش سمت واقعیته. یعنی من و شما دو تا حقیقتی رو از یه واقعیتی میگیم که با واقعیت اصلی اصلا متفاوته. و این که من طرفدار، من میگم آقا اگر امروز آخوند یه کاری کرد که درسته باید بگیم درسته، اگه یه کاری کرد که غلطه بگیم غلطه. تا حالا میلیون ها کار غلط انجام دادن، بزرگترینش هم دروغگویی های آقای خمینی بوده. خب دیگه از این بیشتر لازم نیست اصلا توضیحی داده بشه. من میگم پسر عموی خودم الان روی اتفاقا قسمت عمومی فیسبوک نوشته شده، آقای کمال سوربی و حتی آقای فرهنگ حمید که خود ایشون یکی از اینایی که توی کار رادیو تلویزیون هست، البته طرفداری آقای فرهنگ حمید میدونید دوستانی که یهودی هستن بعضی هاشون چشم بسته و گوش بسته، همون جوری که حزب اللهی به حرف آخوند گوش میده، اینها هم به حرف خاخاما به حرف نخست وزیرشون اینا گوش میدن. اون هیچ جایش، ولی پسرموی من که اینجوری میگه، میگم آقا شرایط شما به عنوان یک فرد از ملت 80 میلیونی
بهتر از 2016 شده، شما ممکنه خندت بگیره. برای من نوشته من اون موقع اینو میخریدم اونو میفروختم الان اینو میخرم، میگم آقا این که خیلی ساده است، شما من بگو بهتر شده یا بدتر شده. اگه بهتر شده مبارک باشه، ادامه بده. اگر بدتر شده، شما داری منو یاد افرادی میاری که صبح سحر بلند میشن دو شکم غذا میخورن و به این امید که شب افطار خوبی باشه، زور رو به خودشون گرسنگی، تمام روزم به خودشون تشنگی میدن. ولی یادتون باشه این ترامپ کسیه که تا امروز برای هیچ کسی افطاری درست نکرده، حتی برای خانواده خودش هیچ قول و هیچ وعده و وعیدش درست نیست. شما هفته قبل، شما تو آمریکا هست، هفته قبل این آقا دادستان نیویورک رو، قسمت اون دادگاه جنوبیش رو، ای جی جنرال میگه که من چیز ترامپ گفته، بعد این میگه من اصلا خبر ندارم. یعنی دروغ میگه و راست را میره، همون کاری که آخوندا میکنن. آقای روحانی میاد میگه که این تحریما برای ما نعمته. آخه یکی بهم میگه مردک دیوانه، شما 40 سال دارید میگی جنگ نعمته، تحریم نعمته. خب چرا این نعمات شما را به یک جای نرسونده؟ و نظرات خودم رو من دارم میگم، حالا شما هم میتونید اینجا نظراتتون رو بگید، بگید که شما که تازه میگید این ترامپ مانند آخونداست، پس شما چرا میگید باز هم یک کمی اون شاخص ترازو به طرف ترامپ میره؟ من ساکن میشم، همین جریانات اخیر رو و نظرتون رو بگید، خود بینندگان میتونم قضاوت کنم. بفهم شبه که اولا یه چیزی رو بگم، و اونی که جمهوری اسلامی یک نظام که کاملا علمی داره اداره میشه و از جدیدترین روش های علمی برای برقراری و به اصطلاح ثباتش داره بهره گیری میشه. وقتی این نظام روی کار اومد برای یک هدف خاصی بود، بعدها 10 سال بعد اون هدف منتفی شد. یعنی روی کار اومدن این نظام در ایران که در واقع یه جور روی کار آوردن اجامر و اوباش جامعه و در رأس اونها آخوندها به قدرت بود، برای ایجاد کمربند سبز بود در مقابل اتحاد جماهیر شوروی. همه اینو به عنوان یه تئوری شنیدن، ولی در 11 سال بعد وقتی اتحاد جماهیر شوروی سقوط کرد، این پروژه منتفی شد دیگه. از اون لحظه به بعد قرار بود این نظامی که برای هدف خاصی به وجود اومده، نقش بعدی خودش رو بازی بکنه. برای اینکه بتونه اون نقش رو بازی کنه، من توضیح دادم که اون نقش ایجاد اختشاش و تشنج در منطقه خاورمیانه بوده برای مکیدن دلارهای نفتی. وقتی روزها، به این نکته خوب دقت بکنید، اتحاد جماهیر شوروی به نظر من فروپاشی نشد، بساطش برچیده شد. کیا برچیدن؟ ناسیونالیست های روسی. روزها در تلاش 70 ساله خودشون به 2 تا بنبست رسیدن. یکی بنبست اقتصادی بود که دیدن هر جا فقیر و گداگودوله‌ای هست، آوردن توی دایره خودشون، زیر چتر خودشون گرفتن و دارن خرج میکنن براشون، و همه کشورهای ثروتمند نفت خیز و اینا همه از ترس افکار اینها پناه بردن به دامن رقبای سرمایه داریش. خب اینا به بنبست اقتصادی رسیده بودن و از جهت دوم هم ایدئولوژیک بود. روس‌ها بعد از 70 سال بالاخره دوزاریشون افتاد که اندیشه های مارکس غلط بوده، اونا رو به یه ناکجا آبادی یا بیراهی برده. به خاطر همین بساط اتحاد جماهیر شوروی رو برچیدند. و وقتی این اتفاق افتاد، فلسفه وجودی یک پاپکی به نام جمهوری اسلامی در خاورمیانه عوض شد. باید این نظام
به شکل دیگری دومش رو برای سرمایه‌داری جهانی تکون میداد. این رو بهش دیکته کردند. ببخشید یعنی اینجا یه سوالی، شما گفتید مارکس، حالا وقتی صحبت مارکس میاد بلافاصله صحبت از مارکسیسم میشه، چون شما گفتین کمونیست یک دستانداز بزرگی بود و یه چاله‌ای بود در راه مارکس. حالا خود مارکس در راه جنبش چپ، بله اوکی، شما مارکس رو مارکسیسم میدونید یا مارکس رو مارکسیسم میدونید یا مارکس رو کمونیست شوروی میدونید، یعنی حکومتی که در شوروی؟ عزیزم عزیزم جناب سوروی عزیز، مارکس مارکسیسم رو بعد از اینکه مارکس تئوریای خودش رو مطرح کرد و مدینه فاضله‌ای به نام کمونیسم رو توی مانیفست کمونیستش معرفی کرد، گفت دنیا داره به سمت جامعه کمونیستی میره در فلان سال آینده مثلا، وقتی این تئوری رو اعلام کرد، یک جنبشی در اروپای در کنار جنبش چپ اروپا، جنبش چپ اروپا اون موقع فقط سوسیالیسم بود، بسیاری از سوسیالیسم های تندروی اروپایی شدن مارکسیست، یعنی سوسیالیست دو آتیشه که کعبه آمالشون جامعه کمونیستیه. من اینا رو توضیح میدم تا شما این اتود رو، این تصویر رو بهتر ببینید. پس صحبت مارکس، حالا شما باز من کشوندین به اون شاخه قبلی، ولی خب من سریع اینو توضیح دادم که بدونید که در واقع تفکر مارکسیستی عملا یک مشکل ایجاد کرد در جنبش چپ، کمک نکرد به جنبش چپ، یک انحراف بود، یک تندروی بود که زیربنای فکری درستی نداشت. خود مارکس، خود مارکس هیچ وقت این بینش و اینا رو انتقاد نکرد یا درست نکرد، نگفت اشتباه کردم مثلا اون چیزایی که گفتم؟ من زیاد در این مورد صاحب نظر نیستم که زندگی مارکس و موضع‌گیری های مارکس رو بتونم اینجا همه رو بگم به شما، فقط همین اندازه بهتون بگم که مارکس حتی در یک مراحلی در مورد این مارکسیست های تندروی اروپایی از خودش عکس العمل نشون داد و به اونها گفتش که آقا من مارکسیست نیستم، اگر شما این حرفا رو میزنید پس منو مارکسیست حساب نکنید. آقای سعیدی، یه سوال خیلی خوب آقای مانی خورسندی پرسیدن، ولی فکر نمی‌کنم دیگه امروز بتونیم در این مورد صحبت کنیم. من فقط این سوال رو میخونم، بعد با وجودی که شما گفتید که من برای فیسبوک به اصطلاح خیلی نمیام و چیز نمی‌کنم، از شما خواهش میکنم بعد از برنامه هم روی همین صفحه فیسبوک خود من سوربی یا مردم تیوی که بیاین این نوشته ها رو اگه بتونید به دوستان یه جوابی بدین به عنوان احترام، چون اینا شرکت کردن توی برنامه، ما هم ازشون تشکر کنیم. این سوالیه که من همیشه به دوستان طرفدار پادشاهی میگم، متاسفانه حکومت پهلوی این کلمه چپ رو خراب کرد. یعنی الان توضیحش آقای مانی خورسندی اینجا قشنگ نوشتن یک سوال، لغت چپ برای نشان دادن سوسیالیست ها و کمونیست ها و ماتریالیست ها درست نیست، چون اگر حکومت یک کشوری خدا ناباوران حکومت کنند، مذهبی ها چپ هستند. متاسفانه این لغت چپ را برای دشمنان سرمایه‌داری و لیبرالیسم هم به کار میبرند، در صورتی که میتواند در کشوری سرمایه‌دارها چپ باشند. اصلا یه نفر برای ما توضیح نداد که این ماجرای چپ از این مجلسای اروپایی ها اومده، اونی که موافق دولت در حال حکومت بوده دست راست مینشسته، اون دست چپ مینشسته، و اصلا کمونیست رو چپ گفتن اشتباه و غلطه، ولی متاسفانه رفتیم توی این راه، حالا ما هر کاری میکنیم درستش کنیم امکان نداره. من از شما خواهش میکنم یه یادداشتی بنویسید. یک جانم بفرم، از نظر کلی ایشون درست میگه، چپ بستگی داره که راست چی باشه تا چپ تعریف بشه، ولی در شرایط کنونی به هر حال ما میدونیم منظور اون از چپ چه هستش. داشتم اینو عرض میکردم در مورد ترامپ هم من یه توضیح کوتاهی بهتون عرض میکنم. اصلا صحبتم اینطوری شروع کردم که نظام جمهوری اسلامی چجوری به وجود اومد، چرا مسئولیتاش تغییر کرد، و داشتم توی این راه میرفتم، اجازه بدید روی این بمونم.
من بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی قرار شد که این نظام یه جوری دیگه ای دومش رو برای اربابای غربیش تکون بده و اونم تبدیل کمربند سبز به کمربند شیعه بود. از طریق کمربند شیعه قرار شد که این نظام شروع بکنه به ایجاد تشنج در خاورمیانه. چرا؟ برای اینکه اون بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی اون مکنده های دلار دیگه کارشون رو نمیتونستن خوب انجام بدن. باید یه لوله سرخرمنی درست میشد، باید توی در واقع جمهوری اسلامی رو بادش میکردند و به جان بقیه همسایه ها مینداختند تا اینکه به این مکنده ها کارشون رو درست انجام بدن. اتفاقاتی که ما شاهد هستیم الان، دو تا محفل مالی حداقل دو تا عمدهش در امریکا هستند که هر کدومشون در بخش هایی از اقتصاد منافع میبرند. دموکرات ها برای بخشی از اون محافل مالی دارن کار میکنند، از اونها تغذیه میشن، حمایت میشن. جمهوری خواه هم از یه بخش دیگری، فرض کنید برای مثال جمهوری خواه خیلی خوشحال میشن اگر صنایع نفتی عربستان و ایران و بقیه کشورها نابود بشه، خیلی خوشحال میشن برای اینکه خودشون که نفت دارن تو امریکا، بعدم میرن اونجا رو بازسازی میکنند و هزار و یک منفعت جانبی دیگه. دموکرات ها از طریق دیگری بهره‌مند میشن، با اصلاح طلب ها به اصطلاح یه جوری مماشات بکنن. همین کش دادن 20 ساله مسئله اتمی ایران، این یک پالیسی کلی امریکاست. تداوم جمهوری اسلامی، حالا ترامپ میخواد اصلاح طلبای ایران رو فرض بفرمایید که از صحنه خارج بکنه، تندروها رو غالب بکنه تا اینها بتونند اون حرکات به اصطلاح ماجراجویانه شون رو در خاورمیانه ادامه بدن. منافع این طبقه محفل مالی امریکایی اینطوری تامین میشه. دیدید که حتی وقتی اون پالایشگاه عربستان رو زدن صدایی از کسی در نیومد، عکس العملی مشاهده نشد. حتی چه بسا اون هواپیمای بدون سرنشین امریکایی رو هم به عنوان خوراک فرستاده باشن برای جمهوری اسلامی تا رو هوا بزنتش و قدرت نمایی بکنه. درست همونطور که در اوایل انقلاب اون ماجرای ابلهانه طبس رو درست کردن که نشون بدن اره ما اومده بودیم که گروگانهایی رو که خودمون به شما تحویل دادیم آزاد کنیم، در حالی که اصولا گروگانهای امریکایی یعنی این سفارت امریکا با هماهنگی با خود امریکا اشغال شد. قبل از اون چپی ها ریخته بودن، اشغال کرده بودن. بازرگان فرستاد اون ماشالله قصاب رو، کمیته مرکزی رو رفت اونا رو بیرون کرد، خودش هم اونجا یه قرارگاه درست کرد تو سفارت. ولی بعد که پیروان خط امام از دیوارا بالا رفتن دیگه هیچ مقابله‌ای نشد و دو دستی سفارت تقدیم آقایون کردن. چرا؟ و اینکه اهداف خاصی رو داشتن، دو تا هدف مهم داشتن. اول میخواستن بساط دولت بازرگان رو جمع بکنن، یعنی کسانی که یه کمی مغزم تو کلشون هست باید از صحنه میرفتن بیرون تا این اراذل و اوباش و اجامر به قدرت برسن. اولین هدف این بود. دومین هدف این بود که مقابله با امریکا رو از انحصار چپی‌ها بیرون بیارن و وانمود کنن که خط امامی که ضد امریکاست. این دومین هدف بود. و هدف‌های دیگه، همه ما در طول این 40 سال دیگه خیلی باید کودن باشیم که یک لحظه هم تصور بکنیم که این اتفاقاتی که افتاده دور از تدبیر و اندیشه این آقایون بوده. نه خیر، این آقایون در ارتباط بودن، این نظام پاپت رو روی کار رو بردن. عرض کردم شما میخواید یک کشور رو بدبخت بکنید، اون رو از دست یک مرد به اصطلاح میهندوست عاشق ایران بگیرید بدید به دست یه لاتی مثل خمینی. خمینی یک لات بود با لباس عمامه و اینها، با
همون فرهنگ لاتی. این اتفاقی بود که تو کشور ما افتاد و این آقایونم تا به امروز این موضوع رو راه بردن. خب آقای سعیدی ببخشید، شما اینقدر برنامه‌تون چیزای مختلفی رو باز میکنه، خیلی جالبه. صحبت از شاه شد و میهن دوست بودن. آیا میهن دوست بودن تنها کافیه؟ ما میدونیم که لازم هست، ولی تنها کافیه؟ ضمناً خود شما به عنوان یک کسی که طرفدار به اصطلاح شاه هستید، فکر میکنید شاه مخصوصا در اون دوره خودش، حالا پدرش مشکلات و سرکار آمدن و تغییر حکومت از قاجار به پهلوی، ولی شاه چه اشتباهاتی رو به اصطلاح مرتکب شد که به قول شما، یا من هم باور دارم که یه لاتی بیاد حکومت رو بگیره؟ قبلا در این مورد زیاد صحبت کردیم. حالا البته اینو بود که یه پرانتز عرض میکنم، عمده ترین شاید بشه گفت که اشتباه پادشاه ایران این بود که متوجه نبود ایران در مقابل تهاجم احتمالی از هر نوعی توسط اتحاد جماهیر و شوروی بینه است. دنیای سرمایه‌داری اجازه نمیده ایران و خلیج فارس که گلوی اقتصاد دنیای غربه بیفته به دست اتحاد جماهیر شوروی. فکر نمی‌کنید اطمینان بزرگترین اشتباهش که اون هم دست‌هایی در کار بود که این مرد وطن پرست رو توی این تله انداخت. بزرگترین اشتباهش ترس بیمارگونه از چکی های ایران بود. برای مثال خدمتون عرض کنم، و نمیشه بگیم اعتماد بیش از حد به آمریکا، آمریکایی که سابقهش رو نشون داده هر جا به اصطلاح با این دولت مردان کار کرده، تا روزی که لازمشون داشته ازشون استفاده کرده، وقتی لازم نداشته اونا رو اصلا براش مهم نبوده. نمیشه بگیم که اینجا هم شاه اشتباه کرد که به اینها خیلی اطمینان کرد. همین آمریکایی که حالا خیلی هم فوش به چیز میدن، کارتر میدن، ولی ریگان بود که با آخوندها به اصطلاح معامله کرد، ریگان بود که اسلحه داد، ریگان و آلی نورت بودن که ایران گیت و ایران کانترا و اینها رو داشتن. من فکر میکنم اطمینان بیش از حد. ضمناً شما تو صحبتاتون گفتید که آمریکا به دنبال این هست که عربستان سعودی و ایران از بین ببره چون نفت رو خودش تولید میکنه. نه از بین نبره. از بین نبره. عرض کردم یه جنگ محدودی. خب پس اجازه بدین توبیدن به اصطلاح تاسیسات نفتی هم. بله اجازه بدین اینو اضافه کنم که تولید نفت الان در آمریکا گرونتر از این قیمتیه که ایران و عربستان و کشورهای دیگه نفت رو دارن به آمریکا میدن. خود من و شما شاهد هستیم، ما هنوز هم ارزونترین نفت و بنزین رو داریم. اینجا شما یک گالون شیر اگه بخواید بخرین 4 دلاره، یک گالون بنزین اینجا 2 دلاره. آب گالونی بخوای بخری از بنزین گرونتر. زمینن باز شما اشاره کردید توی صحبتاتون به این که حکومت آخوندها برای این به وجود اومده که اون منطقه رو دوچار آشوب کنه. اون منطقه که 3000 سال هست که دوچار آشوب بوده، حالا اگه به تاریخ اخیرم فقط توجه کنید، همین 100 سال و 200 سال گذشتم اونجا هیچ وقت روی آرامش به خودش ندیده. اینم یه صحبت دیگه. اینا رو اگه لطف کنید من برای شما لینک برنامه رو میفرستم، وقتی برنامه رو خودتون نگاه میکنید یه قلم کاغذ هم بردارید اینا رو بنویسید تا در برنامه آینده اینا رو به ترتیب و به نحو بهتری باز کنیم. من ساکت میشم، قول میدم. بله بفرمایید. من نمیخوام وارد این بحثای به اصطلاح کپک زده همیشگی بیفتم. تو این برنامه من هدف مهمتری دارم و من فقط برای اینکه احترام شما برام واجب هست اینو اشاره میکنم که بله پادشاه ایران یه ذره هم به غربی ها یه موقعی اعتماد داشت، ولی این اواخر ثابت کرد که این اعتماد دیگه وجود نداره. شما خیلی عجیبه، واقعا برای من تعجب آوره. بعد چیزایی نظام پادشاهی ایران بهترین قوانین سوسیالیستی و به اصطلاح
اجتماعی رو پیاده کرد، چپی ها مخالفش بودن. نظام پادشاهی ایران اومد تاریخ کشور رو عوض کرد، از مهاجرت یک عربی در از یه شهر به یه شهر دیگه برد، به 2500 ساله تاریخ ایران تغییر داد. باز یه عده مسلمون، در واقع یه عده چپی و ملی، به جای اینکه اینو تحسین بکنن و آقا تو این تاریخ هجرت این شخص از مکه به مدینه رو برداشتی، تاریخ مربوط به کشور ما رو گذاشتی مبنا، باز یه عده نشستن گفتن که پادشاه ایران مذهبیه. کدوم آدم مذهبی میاد تاریخ کشورشه که از مال پیغمبر اون دین هست ورداره، چیز بذاره، ملی بذاره؟ بعد از اونم باز این اتفاق تکرار شدش. من میخوام بگم آقای سوربی، آقای سعیدی اجازه بدید، یعنی شما میگید ما حرف خود شاه رو که اقرار میکرد که مسلمان هست و شیعه هست و اینا رو قبول نکنیم؟ خب اگر حرفش رو قبول نکنیم که اصلا حکومت میریزه پایین. نه، شما حرفش رو بشنوید ولی عملش رو توجه کنید. آها. عمل پادشاه ایران اصلا نشون میده که این شخص پایبندی به افکار متحجر و عقب افتاده اسلامی نداشته. یعنی مثل آقای ترامپ الان، مثل آقای ترامپ که این بله. خب ببینید آقای سعیدی، شما میگید حرفایی که ما میزنیم کپک زده است، آقای سبا تبار میاد به شما میگه حرفای شما کپک زده است، ما باید از این بگذریم. ببینید شما میگید که به عملشون نگاه کنیم، به صحبتاشون اطمینان نکنیم. منی که یه بچه جوون شهرستانی در شیراز بودم، هر روز که شاه رو نمیدیدم، ولی سخناشو از رادیو میشنیدیم که میاد وقتی کسی میخواد سوار هواپیما بشه، یه آخوند، یادتون باشه، یه آخوند باید تو گوشش دعا بخونه. کسی که بعدن یکم که ما یاد گرفتیم کتاب بخونیم، ایشون کتاب مینویسه 4 جا ادعا میکنه حضرت علی آمده تبش رو درست کرده، ابوالفضل زیر پاشو گرفته. کتاب سازی معذرت میخوام ازتون، خیلی ببخشید. بله. شما همیشه برای اینکه برنامه یه ذره گرم بشه و یه عده‌ای هم به اصطلاح خوششون بیاد، برنامه رو میبرید به یه نقطه‌ای که اصلا اون نقطه‌ای نیست که من میخوام برم. بله. لا این کارو نکنید، خواهش میکنم. ببینید من برنامه رو نمیبرم. شما یه چیزی رو میگید، گفته شما رو من میارم میذارم اینجا، ولی گفته ایش خودتون رو انقدر عصبانیتون میکنه که حق بدین به ما که نشستیم اینجا. شما میگید شاه میهن پرست بود. مثل این میمونه که من امروز قلبم درد کنه به شما بیارم بگم، شما بیا بگی که این دوست من خیلی آدم خوبیه، بذار قلبتو بابا، باید یه قلب شناس باشه، دولت شناس باید باشه، حکومت شناس باید باشه برای گردوندن حکومت. ما بارها اینو گفتیم. ضمناً خود شما، من توی برنامه بذارید برای دوستان توضیح بدم، کسانی که میخوان برنامه داشته باشن در تلویزیون مردم، بهشون میگم که اینجا میتونید چند نوع برنامه داشته باشید، یا به صورت لکچر بیان یه چیزی رو بگید برید، ما هیچ کاری نداریم، یا بیان به صورت گفت و شنود باشه. اگه برگردید، خیلی خوشحالم که من به خاطر همین 22 سال تجربه‌ای که دارم، اول برنامه از شما پرسیدم ما الان اجازه داریم یا صبر کنیم در قسمت سوال و جواب، و شما بودید که به ما اجازه دادید. شما که اجازه میدید ما سوال کنیم، این قدرت رو هم باید داشته باشید، شنیدن به اصطلاح انتقادات، و هر جام که نخواستید شما میتونید بگید من دیگه در این مورد صحبت نمی کنم و من ساکت میشم تا آخر برنامه شما صحبت کنید. نه جناب سوربی، ما یادید یه برنامه بذاریم در این مورد صحبت کنیم، ولی که این موضوع اصلا موضوع برنامه امروز به این مسائل مربوط نبود. من منظورم اینه که نکشونید مسئله رو به یه جایی که من اون به اصطلاح حرف نهاییمو یادم بره اصلا بزنم. خب من ساکت میشم، شما حرف نهایی امروز رو بفرمایید، بعد این فرصت خوبی شد که نوع برنامه رو به اصطلاح تعیین کنیم. و ضمناً ازتون خواهش میکنم اگه امکان داره هفته آینده برنامه‌ها رو بیاریم به طرف جمعه، به چند دلیل. جمعه ها هم ما در آمریکا بیشتر برنامه‌مون دید به اصطلاح بیننده داره، هم در ایران. دلیلش هم اینه که خود شما میدونید روزای شنبه مردم این برنامه توی آمریکا کار دارن، میرن میان،
هر جور مایلی. ولی من اینجا هستم، من میتونم شنبه ها باشه برنامه، ولی اگه بتونیم بیاریم بله روز جمعه، من ساکت میشم، شما برنامه رو به اصطلاح ببندید. و از دوستان ممنونم، متشکرم، مخصوصا از اونایی که الان با ما نبودن ولی این برنامه ها رو در قسمت بازپخش میبینن. الان هم بهتون گفتم ما الان از چند تا سکو، از فیسبوک، از یوتیوب، از مردم تیوی دات کام و از روکو میتونیم مردم تیوی رو ببینیم و خوشحال میشیم که دوستان هم شرکت کنن در برنامه ها. خیلی عذر میخوام اگر من حرف شما رو یه جای قطع کردم یا سوالی کردم که در رابطه با برنامه شما نبوده، من ساکت میشم. بفرمایید. خواهش میکنم. عرض کنم به خدمتت که در مورد آقای ترامپ من این موضوع رو تموم بکنم. ایشون حزبش، خودش، این کسانی که پشت سرش هستن هیچ تفاوتی در رابطه با ایران عرض میکنم، هیچ تفاوتی با دموکرات ها ندارن. گفتم اینها فقط از یه شاخه منفعت میبرن، اونا از یه شاخه دیگه، و جنگ بر سر اون قضیه است. ما ایرانی ها نباید هیچ امیدی ببندیم به عمل کرده هیچ کدوم از این دو گروه، چون اینا دست به دست هم دادن ایران رو به این روز انداختن. و باید توجه بکنیم که اینا برنامه ریزیشون برای منافع خودشونه و درست هم هست، همین حق هم دارن که این کارو بکنن. چرا من بیشتر به طرف ترامپ به قول معروف قش میکنم تا به طرف دموکرات ها؟ نه به خاطر اینکه من با به اصطلاح تفکر چپ مسئله دارم، نه، اتفاقا من خودم یک سوسیال دموکرات هستم و با تفکر چپ هیچ مسئله ندارم، ولی دموکرات ها همیشه از تفکر چپ بهره برداری میکنن، فقط بهره برداری میکنن، بازی نمیدن اون تفکر رو، چون هر دوی این حزب ها حزب های لیبرال هستن در امریکا و اینها خب یه دولت ولفری هم درست کردن، بهش هم هر دو حزب معتقد هستن، برای اینکه نمیتونن معتقد نباشن. این سوشال سکیوریتی اینا نمیشه واقعا بهش بی توجه بود. در این حال با هم جنگ هم دارن دیگه. من آقای ترامپ و سیاستش رو سیاست شمشیر دولبه میدونم که هم میتونه نظام رو بزنه، هم میتونه اصلاح طلب ها رو بزنه. تا اینجا فقط اصلاح طلب ها رو زده و تندروها رو به سر کار رو برده فعلا، و بیشترم ترجیح میده این اتفاق بیفته تا اینکه اتفاقات بعدی رو بتونه مدیریت بکنه. و دومین دلیل این که من به اصطلاح، یعنی در واقع دلیل اصلی که من ترامپ رو تایید میکنم، سیاست های ترامپه. من تو امریکا دارم زندگی میکنم، گفتم در مورد ایران فرقی نمیکنن، اینا جفتشون یکیه، ولی در مورد امریکا فرق میکنن. سیاست های ترامپ امروز یه سیاست های ناسیونالیستی در جهت منافع امریکاست. من اینجا زندگی میکنم، بچه‌م هم قراره اینجا زندگی بکنه، پس بنابراین امریکا برای من مهمه. این سیاست ها سیاست های ناسیونالیستی برای امریکاست، برای محدود کردن، یعنی سد کردن بسیاری از مسائلی که امریکا رو تهدید میکنه. برای مثال تکنولوژی امریکا رو میخواد حفاظت کنه، مانع از به اصطلاح صدور بیرویه اون بشه، میخواد مانع از فرض بفرمایید که سوء استفاده هایی بشه که از گشاده دستی امریکا رایج شده تو دنیا. همه اینها، یعنی مسئله نفتا و سیاستش در قبال چین، همه اینها نشان دهنده اینه که این یه تفکر پشت سر ترامپ یک تفکر سوسیالیستیه، این معذرت میخوام، ناسیونالیستیه، درست شبیه همون تفکر ناسیونالیستی که باعث شد روس‌ها بساط اتحاد جماهیر شوروی رو جمع بکنن. هیچ شباهتی با وطن پرستی هیتلر نمیبینید؟ در مورد هیتلر هم خدمتتون بگم، اگه هیتلر جنگ دوم جهانی رو برده بود، الان من و شما داشتیم در مجلس اونو میگفتیم. مسئله اینه، اون چیزی که هیتلر شروع کرد با اون چیزی که ادامه داد خیلی فرق داشت. هیتلر خوب شروع کرد ولی بعد توی تله های افتاد، و اونم به خاطر همین، مثل آقای ترامپ دیگه، ترامپ هم به خاطر بعضی از نقطه ضعف های شخصیتیش این روزا میبینیم چطور تو تله میفته. شما شباهتی میبینید در وطن پرستی ترامپ با هیتلر؟ وطن پرستی اشکالش
یعنی شباهتاش یکسانه. محمد رضا شاه هم مثل هیتلر وطن پرست بود، ترامپ هم همینطور. اصولا ناسیونالیست ها، اونهایی که منافع میهنشون رو براشون اهمیت داره، عمل کرداشون مشابهه معمولا. ولی گاهی اوقات این جریان فکری ناسیونالیستی باید مراقب بود که به سمت بیراهه نره، تبدیل به اصطلاح. خیلی ممنون، همین کلمه رو من دنبالش میگشتم. بله، باید مراقب بود پرستی بیراهه نره، و هیتلر به بیراهه رفت و همین دنبال این میگشتم که شباهت. من فکر میکنم ترامپ هم داره به بیراهه میره. آقای سعیدی، من خیلی خوشحالم که این برنامه بالاخره اجرا شد. امیدوارم این بار بتونیم به صورت پیوسته و دائم با هم باشیم. و من اول برنامه یادم رفت به خاطر همون مشکلی که پیدا کرده بودیم، این شماره تلفن شما رو که قرار شد روی برنامه بنویسیم الان بگید تا من بنویسم برای دوستان اگه خواستن باهاتون تماس بگیرن. خیلی ممنونم که این موضوع رو یادآوری کردین. من ترجیح میدم اگر عزیزان، من در برنامه‌های قبلی دوستان خیلی خوبی در واشنگتن، ایالت واشنگتن و در ونکوور کانادا پیدا کردم که همچنان هم با هم دوست هستیم. هفته پیش هم مهمان اونا بودم، یه جایی صحبتایی بود که من دعوت کرده بودن منم برم اونجا و نظرم رو بگم راجع به مسائل امریکا، و اینو مدیون برنامه شما هستم. الان هم خیلی استقبال میکنم، تلفن من هست، تلفنی که دارم برای این منظور دوستان میتونن تماس بگیرن هست 206-577-60-60. شماره قشنگی هم هست. دوستان من این شماره رو الان می نویسم اینجا، 206-577-60-60. در قسمت یوتیوب هم توی اون قسمت دیسکریپشن یا توضیح اونجا می نویسم. و باز از آقای سعیدی خواهش میکنم که به ما لطف کنن یه سر به فیسبوک خودشون بزنن، اگه کسی با اون فیسبوک تماس گرفت، چون از اول برنامه صفحه فیسبوک ایشون رو هم نشون دادیم. بیشتر با هم میدونم اولش آدم یه مقداری خودداری میکنه که توی جاهای مختلف هی خودش رو به اصطلاح گرفتار نکنه، ولی دوره دوره‌ای هست که الان شما هر برنامه‌ای نگاه کنید زیرش نوشته ما را از اینستاگرام اینجوری ببینید، ما را از یوتیوب اونجوری ببینید. و اگه اونها اونجا هستن، من و شما هم هیچ راهی نداریم جز این کار را انجام بدیم. از شما ممنونم، آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم، و برنامه آینده رو بعد اعلام میکنیم که روز جمعه خواهد بود یا روز شنبه. در هر احتمالاً دو هفته بعد احتمالاً در مورد روزش صحبت میکنیم. بسیار ممنونم آقا، خیلی ممنون که با ما بودی. تشکر میکنم، خیلی ممنونم از تون جناب سربی، همیشه به ارادت دارم و امیدوارم که خیر پیش باشه برای شما. لطف داشتید، من از این بابت ممنونم، مرسی که با ما بودی. قربان شما. دوستان عزیز، با آقای عباس سعیدی بودیم، آقای عباس سعیدی پور، و صفحه فیسبوکشون هم الان من باز بهتون نشون میدم اینجا. سعیدی پور رو ایشون توی یک کلمه نوشتن، چسبیده به هم، همینجوری بنویسید. اگه مشکلی پیدا کردید در راه تماس با ایشون اینها به من خبر بدید، من این شماره تلفنم اینجا عوض کنم. ای کاش از همون اول شماره تلفن ایشون رو گذاشته بودیم. ولی یه دوستی از آلمان زنگ زده، من گفتم ولی یادم رفت که به اصطلاح پیام ایشون رو بذاریم، ببینیم در رابطه با آقای سعیدی بوده یا نه. 206 میایم، بعدش هست 577 و 60-60. این شماره های ران یا اون که دبل دیجیتش تکرار میشه خیلی به خاطر سپردنش آسونه. و اینجا اجازه بدید که من در یک تصویر عکس ایشون رو بهتون نشون بدم و شماره تلفن تماس مستقیم با آقای عباس سعیدی ماتریالیسم. ایشون در تلویزیون مختلف برنامه داشتن، 4 سال پیش هم در تلویزیون مردم برنامه داشتن. اگه مایل باشین اون برنامه رو ببینید، در یوتیوب اسم من و اسم ایشون رو در یک سرچ تایپ کنید پیدا میشه. پس شد شماره تلفنشون 206-577-60-60 و فیسبوکشون هم هست
عباس، سعیدی پور. من فکر میکنم این سعیدی پور رو دوتا آیش رو باید آیه کوچک بنویسن که نقطه هاش به من و شما نشون بده که این ال نیستن و این ماجرای ال، ال کپتال و لوور کیس یا آی کپتال و لوور کیس بعض وقتا مسئله ایجاد میکنه و یادتون باشه. دوستان خیلی خوشحالم که برنامه ایشون هم اجرا شد. ایشون مایل هستن every other week یعنی یک هفته در میون با ما باشن و ما سعی میکنیم هر جوری که دوستان راحت هستن، نمیخوام کسی رو پوش بدیم، برنامه هایی رو داشته باشن که دیدید تلویزیون های دیگه میگه خب ما اینجا هستیم، حالا کسی هست زنگ بزنه صحبت کنه، اگه کسی نیست ما میریم. اینجوری نباشه، برنامه هم طرف چیزی برای گفتن داشته باشه، هم شما بتونید چیزی برای پرسیدن و برای صحبت و گفت و شنود پیدا کنید از اون برنامه. مرسی که با ما بودید. این برنامه رو با دوستان خود شیر کنید. روز و روزگار بر شما خوش، به امید فردای بهتر و آینده‌ای روشن‌تر.